از سال 93 بعد از مطالعات که انجام شد فعالیت‌های عمرانیش آغاز شده تا سال 95 این پروژه فعال بوده و از سال 95 تا 97 به صورت غیر فعال بوده. از سال 97 مجدداً این فعالیت عمرانی این پروژه آغاز شده و الان که در سال 1400 هستیم هنوز این پروژه به اتمام نرسیده. این پروژه در 7 طبقه هست و با توجه به اینکه 2 طبقه اون پارکینگ هستش و 5 طبقه اون بخش‌های مختلف کتابخونه هستش، فعالیت‌های مختلفی توی این کتابخونه میتونه رقم بخوره. بخش‌های مربوط به پژوهشگران هستش، بخش مربوط به نسخ خطی هست و همچنین بخش اداری، گالری و فروشگاه‌های کتاب هستش. در حال حاضر این پروژه 63% پیشرفت داشته و با توجه به اینکه تاکیدات خیلی زیادی از زمانی که بنده اومدم در استان از طرف مقامات استانی بوده و همچنین از طرف مردم که مطالبه بسیار زیادی دارن در رابطه با اینکه به هر حال این پروژه با توجه به اینکه از سال 86 آغاز شده به هر حال به نتیجه برسه، قرار شد که این پروژه جزو پروژه‌هایی باشه که در سفر رئیس جمهور اعتبارات ویژه‌ای بهش تعلق بگیره و انشاءالله بتونیم شاهد افتتاح اون در سال 1401 باشیم. از طرف نهاد کتابخونه ها و اداره کل کتابخونه های عمومی استان هم با توجه به اینکه ما بهره بردار هستیم تمام تلاشمون رو میکنیم تا بعد از اینکه کارهای عمرانی تمام شد و تحویل اداره کل کتابخونه های عمومی شد، تمامی تجهیزات مدرن و بروز رو که نیاز هستش برای کتابخونه بر اساس استانداردهای جهانی برای اینجا آماده بکنیم و انشاءالله مردم بتونن تو سال 1401 از این کتابخونه استفاده بکنن. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اونجایی که به هر حال فضاهای فرهنگی که تو کل کشور ساخته میشه مساعدت میکنه و این بناهای فرهنگی رو سعی میکنه که همراهی و همکاری داشته باشه، مخصوصا کتابخونه ها رو که از جمله کتابخونه های مرکزی که تو کل کشور ساخته شده. در رابطه با کتابخونه مرکزی عراق بعد از جلسه شورای فرهنگ عمومی و جلسه ای که خدمت آقای مخلص الائمه بودیم، بلافاصله از طرف نهاد کتابخونه یه مکاتبه توسط دبیرکل انجام شد با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایشون هم با توجه به توضیحاتی که در رابطه با پروژه داده شد سریعا دستور دادن و بر اساس برآوردهایی که انجام شد مبلغ 80 میلیارد تومان قرار شد که به این پروژه اختصاص پیدا بکنه که در ان شاء الله در بحث سفر استانی رئیس جمهور که خود وزیر ارشاد هم انشاءالله ما در خدمتشون خواهیم بود تو استان این کار به نتیجه خواهد رسید.